به نام خدا، سلام به همه شما هموطنان نازنین. امید دارم در هر کجای دنیا که هستید خوب و سر حال باشید. بازم برنامه اقتصاد و پرمختگ است. ما آمدیم به یکی از شرکت های تولید ادویه. به نظر من شاید که بزرگترین شرکت تولیدی ادویه در افغانستان باشه، چون من قبل از این گونه یک شرکت ندیده بودم. واقعا یک شرکت استاندارد خوب است. این که ادویه چگونه تولید میشه، چند پروسه داره، با ما تا آخر برنامه همراه باشید و ببینید. حالم رفته چند تصویر را میبینید. نخستین مرحله که برش مواد خام میگن، شما میبینین اینجا بشکا هست. ای که مواد خام از کجا آورده میشه، چگونه است، من نمیفهمم. با بس بیشتر در کنار ماجی صاحب که از خود اول یک معرفی داشته باشین. بسم الله الرحمن الرحیم. زه حجی نسیم د تی جی ال شرکت د معاون په حیث دلته کار کوم. اوس موږ دلته پورا میټیریال سٹور کیو د ٹی جی ایل، چې د دې ځای زموږ د پروسیس دې ځای شروع کیږي د را میټیریال سٹور نه. نو په دې را میټیریال سٹور کې موږ ډفرنټ را میټیریال لرو. د کې سوډیم کلوراید دی، ډیکستروز دی، سوډیم لیکټیډ دی، پاراسټامول دی، انټی بایوټیک دی. نو دغه کې دا را میټیریال سٹور دی. دا تاسو وینئ چې دا سوډیم لیکټیډ دی چې دا د بلجیم نه راځي او یورپین برانډ دی، او موږ دلته په رنګر کې استعمالوو. او مواد این مواد کی طرف هستن، امرا از اینا فرق دارن، درست است نه؟ بله. و اونا را شما از کجا میارین و اونا بخاطر چی هستن باز؟ او مواد دکستروز است که ای دا گلوکوز استعمال میشه و ای او از چین میایه. او هم از چین میایه؟ چاینا است او. خب آجی صاحب، بعد از این باز به کدام مرحله میری؟ باز این همی چیزا را بر شما نشان دادیم که اونمو سودیم کلوراید است که از نیوزیلند میایه. بعد از اون میرم نمو که سامپلینگ روم میرم و انتی بیوتیک روم میرم که نمو شما ببینین که از ما پروسس شما چی رقم است. از اینجا که وقتی که ما یک بیج جور میکنیم، از اینجا دیفرنت مختلف انواع کیمیکال میگیریم، اونجا باز در میکسر میکس میشن و نمو طرف واتر تریتمنت و چیزایش باز آوا تیار میکنن. خب بعد از این آل میرم در سامپلینگ روم. خب عزیزای بیننده، این بود مواد خام. بعد از اینکه مواد خام برده میشه و اینکه کدام مراحل صورت میگیره، میره و هم نخستین مرحلهش که مرحله انتی بیوتیک برش میگن. و عزیزای بگر دواری مرحله کم توضیح بتون شما. ده زموگ درا میتریال انتی بیوتیک روم دهی ده که موگ انتی بیوتیک دوله که پارستامول منترادوزول ده که اتاق خپل تمپریچر کنترول دهی. نورازی دینا نمیلاش. ای برادر ما مسئول هستن اینجا درست؟ مسئول از اینجا است، فارماسیستم است. فارماسیست است، بله. و سلام بر شما. علیکم السلام، څنګه له خیر ده؟ بسم الله الرحمن. دا زمنګ دي ته انټي بایوټیک روم ده، دي ته منګ کول روم وایو. دا موږ د دې نورو مټیریال نه علاحده جدا ولې خېدي چې دا زموږ سره لایټ سینسیټیوم لګي او زموږ سره ټمپریچر سینسیټیوي. په دې وجه کوم ده، په دې کې پراپر ایچ ویک لګېدلې چې هغه دا روم چې کوم ده کول ساتي. دې ته موږ کولډ روم هم وایو او دې ته موږ انټي بایوټیک روم، چې دې کې موږ پراپر انټي بایوټیک دو، په دې وجه ته موږ انټي بایوټیک روم هم ویلې شو. او بعد از باز به کدام مرحله میریم؟ از اینجا کجا میریم؟ چیرته؟ ادین وروسته چې کوم دی، بیا موږ خپل پروسیس دا مټیریال تاسو ټولو کو دره مټیریال سٹور. ادین مخکې چې کوم دی، بیا موږ دا مټیریال اخلو او داغه طرف نه واټر ټریټمنټ نو تر اوبه ایډ کو، یعنی ویټ بای والیم کیږي. ویټ بای والیم مطلب دا چې یو موږ سالید اخلو، بل چې کوم دی لیکوډ اخلو، هغه دواړه مکس کو. هغه مکسینګ ته چې کوم دی موږ ویټ بای والیم چې کوم دی مکس کو، نو موږ را مټیریال ټول او کو چې کوم سالید مټیریال دی. ادین علاوه اوس موږ پردر مخته ځو چې په کوم ځای موږ دا مکسینګ کو او په کوم ځای کې اوبه جوړیږي، نو هغه پروسیس فلو چې کوم دی هغه شان روانه. یک موضوع خیلی خوب بود صاحب که من متوجه شدم چقدر اینجا پاک است. یعنی عزیزا آدم با دیدن این گونه شرکت ها، خب همون صحبت کردم میره مرحله بعدا میبینیم، درست است؟ آدم واقعا با دیدن این گونه شرکت ها افتخار میکنه. یعنی باور من نمیشد که قدر یک
شرکت استاندارد و خوب در کشور ما باشه، امی حال چقدر پاک است؟ روزانه چند دفعه اینجا آجسای پاکری میشه؟ تقریبا این امی رای میتریل ستور هر یک ست بعد این صفایه میشه و داخل خو این امی تو ریگولر کلینینگ جریان داره. درست است. خب اینجا میریم. درست است. خب میشه اینجا کم شما توضیح بتین؟ 24 آور دا پاره چی کمنگ مٹیریل لولو یا 12 آور دا پاره من کوشش کو چی کم سے کم مٹیریل دلتا ایکسپوزی او زمون سره کنټامینیشن چانس نه نو موږ دلته کې د 12 غنټو د پاره سونه مټیریال لګي هغه اول ایشو کو چې زمون سره دا سٹور چې کم دی دا بار بار کولاویږي نه اوپننګ نه کیږي چې کراس کنټامینیشن چې کم دی دا غنه موږ اوایډ کو نو موږ د 12 غنټو لپاره مټیریال دلته راوړو د ایت سټوریج روم بل شي دینه مخ ته چې کم دی بیا موږ هغه ډیسپنس کو یعنی هغه چې کم دی وزن کو چې مطلب موږ ته څومره ریکوایرمنټ ته زمونږ اکارډنګ ټو زمونږ بی پی او زمونږ یو سپی سټنډرډ مطابق چې کوم دي څومره ریکوایرمنټ هغه موږ بیا په ډیسپنسینګ روم کې کو نو مخ ته چې کوم دي دینه بیا ډیسپنسینګ روم راځي چې پای کې پر د پروسس کیږي. وزن به چې قدر باشه مستاندارد استاندارد وزن نمی هر بوری 25 کیلو وزن دره وقتی که ما یک بیچ جور میکنیم به اونمو اندازه ترکیب کیمیکال اونمو فرمولا اونمو کدر او چیزا دا داخل ډیسپنسینګ روم اونمونجا پرمیسس میایا میکس میکنه چیزا را میگیره باز دا اونمون میکسینګ ټانک اونمون را میکس میکنه بیا این ډیسپنسینګ اوجی صاحب اگر دا باری از شما بگوین که چقدر نفر همراه شما در شرکت مصروف کار هستن همراهتان کار میکنه و شما چند شفت کار میکنین اگر دی بارم ما خو اول دا اینمینجا 24 اور کار میکنیم دو شفت شب روز جریان داره و اینمی یک کمپلکس است که ما یک پلان ما تا 1100 نفر در اینمی کمپلکس انشالله در سال آینده مکمل میشه و حال این فعلا 300 نفر کار میکنه 320 300 نفر تو کار میکنه 300 نفر است و تصمیم دارین که تا 1100 نفر 1100 برسه که کمپلکس پورا شوا کل اگه انشالله 1100 نفر جایی بخیر داره یا مو ماشین از درست است؟ دمون سرا دیتا منگا ڈسپنسنگ هود ویو ڈسپنسنگ هود مطلب داده چه پدی که من کم مٹیریل رولو نو اگه منگا اکاردنگ تو خپل ریکوائرمنٹ چه کم ده پدی که وزن کو داگی ویٹ کو پدی وجده تا ڈسپنسنگ هود او دی که چه کم ده برا لیپ لگی ده لیمینار ایر فلو ده او پدې کې زموږ سره دا چې کله اوس موږ دې ټیم کې کار کوو پدې کې موږ دا جنرال لایټ آن کو او کله چې بیا دا بند کو کار پنګ نه پدې کې بیا یو لایټ چې کم دی هغه آن کو یو لایټ چې کم دی هغه مطلب دا چې هغه بیا په عام ټیم کې جراثیم د دې نه چې کم دی مکمل ختم کی نو زموږ سره دا ډیسپنسینګ خوډ او دا ایره چې کم دی هغه سټریل پاتې شي دغه نفر ازین جمع کړه بس دا تر جوی ترکیب شون کې ما ترکیب میکنیم د میکسینګ ټاون ایتونیس کې یو نفر داخل انجا بیا این نفر انجا میتا ازین جمع کړه از او طرفش میگیره باز میشه اینجا خلاص میشه اینجا که کیمیکال ماندیم وزی بند میشه و دیگه نفر وقتش که معلوم شد اونمو نفر میایا او طرف میبره چقدر وقت کیمیکال اینجا مانده میشه؟ اینجا مانده نمیسته به این خطر مانده میشه که وقتی او میگیره فقط با منتقال است انتقال است درست است بعد از این کسوشه گرفت باز کجا میبرن مواده؟ باز در میکسینگ تانگ میره بله خب عزیزان میریم و مرحله میکسینگ تانگ گفتین درست است؟ پیش از میکسینگ تانگ میریم به واتر تریتمنت که آو چطور تیار میشه فیلتر چطور میشه دیستیلیشن چطور میشه که آو چی رقم با میکسینگ تانگ میره یک پروسیس دوایش بود که دوا با کدام پروسیس میره حالا میریم به واتر تریتمنت خب. عزیزان میریم مرحله بعد میریم خب بیننده های عزیز این مرحله واتر تریتمنت یا ما برش آب مقدر میگیم خب آجی صاحب درباره از این مرحله کم اگر معلومات بتین اول خب آدم واقعا با دیدن از این خوشحال میشه که این گونه ماشینا را ما در کشور داریم و چقدر پاک است و آجی صاحب اگر درباره از این بگوین قیمت از اینا چند است اینمی واتر تریتمنت پلانت میگه اینمی مید یو اس ای است امریکانی پلانت است که در یک ساعت 28,000 لیتر آو صاف میکنه 28,000 لیتر پر آور ازی صفایی هست و قیمتش چقدر است آقای صاحب چند بچ پلانت که هست تقریبا در دما بین 3-4 لاک دلار است 3-4 لاک دلار یعنی شما اگر تمام ماشینا را جمع حساب کنیم در شرکت چقدر سرمایه گذاری کردید در خود تقریبا در 25 میلیون دلار ما اینوست کردیم زمین کته هر چیز دار درباره از این مرحله اگر کم شما معلومات بتین اینمی آو که میایا از دو طرف میایا میشه او را از نزدیک ببینیم از جمعه درست است آو که از بیرون میایا در اینمی تنک میایا اول اینجا درست است دیر از کجا شما باز آب را مندازین در اینمی تنک بیایا باز در ازی تنک در او میرا اونجا فیلتر هاست در هر یکیش فیلتر است در اون فیلتر ها آو فیلتر میشه باز در اینجا میایا
این همی ممبران است ایجا فلتر شد درست است بعد از این باز ایجا میاد باز این همی را میگن که ممبران این واتر ممبران است که آوا بخی در صفر لول میاره اونمو جراسیمی چیزایش که باشه اونمو در صفر لول میاره بعد از اونجا در او میره از اونجا باز ما در دستیلیشن میریم که آو اونجا انتقال میشه که چی رقم آو جور میشه آب چند دقیقه مانده میشه اینجا؟ چند دقیقه مانده میشه؟ این مانده نمیشه این جریان داره از پلترهای تو جریان داره باز کجا میره اونجا میره درست است؟ اونجا میره باز از اونجا باز در پلترها میره اونم اونجا شما میبینین که اینجا کندکتیویتی و چیزایش اینجا چک میشه از اینجا او گرفته میشه باز لابراتوار میره اینجا در ای او میگره با لابراتوار در لابراتوری چک میکنه که او جراسیمی چی اندازه آره شما میبینین که 3.11 ای باز هم سپر میشه باز در لابراتوار میره باز میره در دستیلیشن تو اونمو بخی 0.0 میسازه او بخی کلیر میسازه درست است چند لیتر آب میبره چقدر اینمی خوب 25000 لیتر میبره ولی پلانت ما که هست اینمی واتر تریتمنت پلانت که میگه ای تک در سات 28000 لیتر آوه صاف میکنه روزانه چند دفعه پر خالی میشه؟ این خود 24 آور جریان داره تقریبا آل پروڈکشن ما که هست از 1,10,000 سیروم تولید داریم و 70,000 تقریبا گلاس تولید داریم این تقریبا ای تو به اندازه 1,00,000 لیتر آو در 24 ساعت آل ما تصفیه میکنه بعد از این باز کجا میریم؟ بعد از این میریم در دستیلیشن که از اینجا آو میره در دستیلیشن اونجا باز در بخارات تبدیل میشه باز اونمو یک دیگه پروسس است که برای شما اونجا چی میکنیم عزیزا این مرحله رو دیدین میریم و مرحله بعد رو میبینیم خب بیننده های عزیز و این هم مرحله بعد از آجسه چقدر گرم است اینجا بسیار گرم است چرا؟ آله ما آمدیم دستیلیشن اینمی دستیلیشن پلانت است از TGL که این نمی اینجا بخارات جور میشه از آو و این در اینمی ما برای اینمی تکنیکل کاس کاس تکنیکل پرسن حاجی صاحب کریم اینمی برای شما معلومات از ادا میتنه آقای صاحب سلام آقای سلام سیدتر خوب است شکر بسید دواری مرحله که با ما توضیح بتین دیده دستیلیشن پلانت وی آل کنه چې کوم وب فلټر شي دی ټینک دراشي هغه یو ټینک دا هغه ټینک دراځي بیا دا غینه پس دی پمپ تر باندې دا د ډیسټیلیشن پلانټ دی دی ډیسټیلیشن پلانټ کې دی ته یو سل 15 درجه حرارت ورګي ورته همیشه کې ایجا ببینیم ایجا څه قدر هغه ځای نشان وکړم دا دی ته د خپل پلسیپ کنټرول پروګرام لګیدلی دی دا ټول اتوماتیک چلیږي د ته یو سیټ نه بار نه بوایلر سټیم راځي او د بل سیټ نه دیت د ډیم انورټر راځي دغه سټیم په ذریعہ باندې د دې ډیم انورټر د سټیم جوړ کی دغه سټیم د کې چې سوبر جراسیم سوي اگر د ټول ختم شي دا وبو ټوټلی چې کم د بکټیریا هر سره صفا شي بیا دا واپس د کنډنسر ته پاس راشي دې ته بیا کول واټر راشي دا واپس بیا د سټیم نه بیا وبو ته بیا کنورټ شي چکل دا وبو ته کنورټ دیتو ډیسټل واټر واټر فار انجکشن دینه ډیسټل واټر جوړ شي دا ډیسټل واټر بیا دی لاین کې د ټینک ته راشي تو جامې آیا دی ټینک کې سٹور شي بیا اون جامې آیا دی ټینک ته دی ټینک کې سٹور شي دا دی ټینک نه پسته بیا دا دی پمپونو په ذریعہ باندې دا بیا مخ کې زی ایجا درست است ایجا مې پمپ دی دی پمپ په ذریعہ باندې دا وب بیا زی اختا اس پی دا سولوشن پریپریشن دا الته بیا دی کې نور مواد ګړیږي او دینه بیا سیرم تیاریږي و او بخار که عزیز ما برای این تقریبا معلوم میشه عزیزا میبینین شما این عزیز جان بخار بلند میشه و ای جان بخار بلند میشه درست است درجه حرارت بسیار زیاد است اما سونای بخار که میرن اصلا به میگه بخی سونای بخار رایگان شما داره بله اینجا بخی تو گرم است به این قدر که کلی بخارات است پایسی سونا پیش است سونا است بله بعد از این باز کجا میریم؟ بعد از این میریم از اینجا که آو تیار شد از اون طرف که کیمیکل تیار شد باز میریم در میکسینگ تانک که چطور میکسینگ تانک اونمونجا میریم اس پی سیکشن میگه اس پی سولوشن پریپریشن سیکشن اونمونجا میگه اونمونجا میریم عزیزا میریم مرحله بعد را میبینیم باز هم تکرار میکنه واقعا آدم با دیدن
این گونه شرکت ها افتخار میکنن. یعنی از هر لحاظ استاندارد است. من حاجی صاحب این شرکت شما با شرکت های کشورهای همسایه را میگیم اروپا نمیریم کدام چیز کم داره؟ نه انشالله از او بالاست ایرا از او بالاست. حال ما در اینمی تاریخ 25 اکتبر ما در اکسیبیشن بین المللی یوروپ اونجا اشتراک کردیم. حاجی صاحب خودش رفته کنم اونجا در اکسیبیشن ما پرادکت خود اونجا نشان بیتیم. در سپین است علی میدیکل اکسیبیشن انترنشنل اکسیبیشن است که بارو از اونجا میره و پرادکت خودم اونجا نشان میتیم. انشالله کستمار خارجی را پیدا میکنیم. تا پلان صادرات ندارین اما پلان داره؟ صادرات آنی نداریم. خود دو تا قرارداد کردیم، یکش که یمن یکش که عراق، ولی ما میخواهیم که هیرا با یوروپ اینمی متریال بکشیم بخیر برازای خدا انشالله بخیر. خب رفته مرحله بعد میبینیم درست است؟ خب اجزای بیننده و هم مرحله لابراتوار است. حاجی صاحب در این باره این مرحله اگر کم توضیح بتین. فکر کنم هر مواد سه بار لابراتوار میشه درست است؟ بله این لابراتوار است. ما شما پیش رفتیم برای میتریال ستور با سامپلینگ روم و با واتر تریتمنت. از اونجا سمپلا گرفته میشه اینجا چک میشه. مثلا سودیم کلوراید است اینجا لابراتوار چک میشه که نمی کوالیتیش اونمو است یا نیست، چه کدام کوالیتی است. باز از اینجا اوکی رپورت برش میتا با میکسینگ تانک. بردر سلام. و علیکم سلام. زمان نوم ضیافت رحمان دی اوزه دا کوالیتی کنٹرول چکم لیبارٹری دا لیبراتوار دی دی که دا مایکروبیولوژی سیکشن انچارج دی. خب اگر کم معلومات انفارمیشن بتین دا بل. دلته کی زمونگ سرا پا دی شرکت کی جسوم رہا خام مال رازی را میٹریل اغا اول لیبراتوار تا رازی. مونگ اغی سامپل اخلو دا سٹور نا گودام نا اغی نباد بیا مونگ دا اغا سامپل چک کو. ہم آج اغا سامپل کل مونگ چک کو چې موږ سره سمپل خپل پروسس کې پوری لکه دی کیفیت یا د کم تاثیر یا پوری سلفی صدی ته نو موږ بیا غنه بعد د ته اپروول ورکو چې دا سمپل چې کم دی پروډکشن ته وایو چې تاسو د خام مال چې کم دی دا ټیک دی دا غیر ټیسټ ولر دی. په دې باندې موږ ګورو د بل مشین باندې د ته موږ وایو مایسچر انالایزر. په دې مشین باندې موږ ګورو چې په دې خام مال کې موږ سره دا اوبو مقدار څومره دی لکه دی څومره نمی اغسته دا او داسې بیا وزن کوو هغه کلیریټی موږ هغه چې موږ سره لکه دا ویریډ کېږي لکه زنه هم مال چې کوم دی په هغې کې 1% چې په سل کې یو پرسنټ چې کوم وي هغه اوبه په کې الاوي ځنې کې 15 الاوي ځنې کې 3 الاوي دا د هر هم مال دپاره خپل خپل زموږ سره فارماکوپیا لیکلی دی یا برټش فارماکوپیا یا یونایټډ سټیټ فارماکوپیا امریکا سره چې کوم تعلق ستی. خب حاجی صاحب بعد از این مرحله باز کجا میریم؟ میرم مایکرو بیولوژی سیکشن میگه که نمونجا وقتی که ما پروڈکشن تیار میکنیم مواد تیار شوا مثلا پیکینگ میره اونمونجا باز یک اخری تیسیس میشه دا اونمو که سترلیتی میگه اونمو سترلیزیشنش که پاش شد بعد از 14 روز باز ما اینمی دادو یارا بعد از 14 روز باز ما مارکت چی میکنیم ارزش میکنیم. خب عزیزان میریم درست است. خب با ما همراه باشید میریم مرحله بعد هم بکنیم. خب بینیده های عزیز و هم مرحله مایکرو سیکشن است. دواری مرحله اگر شما کم توضیح بتونید. ای از یک بخش لابراتوار ما است که مایکرو سیکشن است. اینجا سترلیتی چک میشه وقتی که پیش آخری مرحله ما مال از بازار چی میکنیم یک تست اینجا آخری میشه. حالا اینم اینجا که میرم اینجا هر کس اتورایز نیست که داخل شوه. اینجا صرف اونمو پرسونال است که داخل کار میکنه یا پرمیسیست است یا تکنیکل مردم که اونجا کار میکنه اونمو میره. هر کس داخل شده رفته نمیتونه. اینمی بج این پروسس حالا بجا جور شده داخل صرف جریان که داره اینمی بجا حالا داخل جریان داره. شما نوشته میکنید اینجا اونمو مسئول نفر اینجا نوشته میکنه که اینجا داخل پروسسش اینمی حاله است. خب بیننده های عزیز و هم مرحله بوتل پاک است درست است. بوتل پاک ماشین است. اگر صدای ما خوب نمیاد ماشینا سر صدایش است معذرت ما بپذیرید. دوباره این مرحله کم توضیح بوتل پیک سیکشن موږ دی دوی جو پدې کې زموږ سره بوتل هم جوړیږي او بوتل چې کاندې پای کې غو سولوشن چې کوم دی محلول هم پیل کیږي او دا غي پراپر سیلینګ هم کیږي اتوماتیک چې کوم دی پدې ماشين کې زموږ سره دا پروسس روان دی. دا پر تاسو کته شي دا شنه پېپونه چې کوم دی پدې کې ال ڈی پی راځي پلاستیک چې کوم دی دا غړي راځي چې دا پلاستیک نه دا مخ ته بیا دی په ماشين کې بوتل مواد چې کوم دی زموږ سره دی کې پدې کې اتوماتیک راځي. دوه قسمه مواد دي یو ال ڈی پی راځي چې پلاستیک چې دا غي نه بوتل جوړيږي بل مواد زموږ سره د سولوشن پریپریشن نه کوم بیجونال تا پروشي اگر راشي
دلته کې زموږ سره تاسو کته شي اول بوتل جوړ شي او بوتل کې اټومیټک چې کم ده دننه فیلینګ کیږي او بیا سیلینګ کیږي او موږ ته پراپر اوکے بوتل چې کم ده جوړ بوتل چې کم ده هغه بهر تر وایي امو بوتل شي مستا کړی یک دانې شم وګورم اجازه بوتل خب عزیزات تبرک شما دیدین سیروما آورده میشه و اینجا مانده میشه تا معلومات پر کردید دا چه کل زمان سرال تا که بوتل جوړ شو نو آغا با بوتل پیک سیشن که جوړ شو دا بیا زمان تیتی دونگ آتوکلی ویو چه پدی که منگ دل تک دا کلیک کو بوتل چه کم دیا غری سیو کو دا ترالی چه کل دکشی نو دا ترالی بیا مخامخ منگو تا آتوکلی ویو چې پای کې موږ د دې سټریلایزیشن کو چې دا موږ د جراثیم نه چې کم دی هغه پاک شي زموږ سره چې څه مایکروسکوپ په پاتې نشي نو په یو سل یو ویش ډیګري یعنی 121 ډیګري باندې دا موږ پر مخامخ دغه کې ټوکلیو کو چې هغه ته موږ مایسټ سټریلایزیشن وایو چند جری واسطه می شرکت وخت لري بسیار کلان است دا جری بس ولی داخله پروډکشن ایریا صرف د 8 جری بس کې مې داخلش نویستا و دیگه سهای سبز داره اینمی که از تا استرالایزیشن سیکشن میگا اتوکلیو که در این نوین جا تقریبا در 300 ما دروازش کدام است؟ دروازش اینمی است که اوتومات است از اونجا از کمپوتر خلاص میشه از اونجا کمپوتر وقتی که وقتش پورا شد استرالایزیشن شد 121 درجه استرالایزیشن میشه با هر بوتل اینمی اینجا تقریبا در هر پروسیسش تقریبا 25000 بوتل ما استریلایز میکنیم در یک پروسایش این مثلا 51 51 فید دو اینیا به خاطر چی هستن نمی وقتی که در 121 درجه ای گرم شود باز اونجا 300 میمانه باز اونمو یخ میشه آویشه میکشه او باز یخ میشه اینمی پروسایش هست بسیار خوب این در ظرف چند روزی چی شده این در ظرف 24 ساعت در ظرف 24 ساعت چند دانه ما 1,10,000 داریم خب اونجا تا پیکینگ هم میشه پیکینگ جریان داره این همی پروسیسی سرکل ایتو دار میخوره اگر در ظرف یک روز 1,10,000 دانه سیروم شما تولید میکنیم نام خدا اگر شما گفتین که تصمیم دارین که می نیروی کار بیشتر هم بسازین انشالله ای در اپریل که ما جریان می چی ماشینای ما دیگاب که پاول میشه ای تولید ما شما تا 2,70,000 انشالله میرسه روزانه بخیر کو وقت دیگه به افغانستان کفایت میکنه و شما به کشورهای بیرونی با صادرات میداریم خب بیننده های عزیز آیا هم مرحله پیکینگ است درباره مرحله که شما کم معلومات بکنید ما در پیکینگ دی کله چې زمون سره الته اټوکلیو کې بوتل استریلای شي موږ ته دغه د لیبرټری نه اپروول میلو شي چې دا تاسو پیک کول شي په دې کې څه مسله نشته نو موږ بیا دلته د پیکینګ بیلټ چې کم دی دغه نه لاین کلیرنس فالو اپروول واخلو اگر شي بیلټ ټول چې کې بیلټ صفا دی هر څه اوکې دی پریویس پروډکټ چې کم دی هغه نشته هر څه اکارډنګ ټو جی ایم پی دی نو موږ بیا په دې کې خپل پراسس سٹارټ کوو زموږ په پراسس کې اولنې چې کم دی هغه نه بوتل چې څوک راکې هغه لیکیج ټیسټ چې کې چې لیک بوتل لیک خونه دی که لیک بوتل یې هغه نه هغه طرف ته ټوکلیو کې لري کې موږ ته اوکې بوتل دلته راکې نیکسټ سٹیپ چې کم دی بیا زموږ د تمنګا اپټیکل سټیشن وایي چې اپټیکل چیکینګ کیږي اپټیکل چیکینګ کې زموږ سره دوه قسمه بیک گراوند دی یو بلیک بیک گراوند دی یو وایټ بیک گراوند دی په بلیک بیک گراوند باندې چې کوم دا موږ ته وایټ پارټیکل په دې کې نظر راځي ذرات په نظر راځي او په وایټ بیک گراوند باندې موږ ته بلیک پارټیکل یا ذرات چې کوم دی هغه په نظر راځي نو دوی دا پراپر طریقې سره چې کوم دی دوی ته څومره ټایم موږ خودل له اکارډنګ ټو جی ایم پی هغه چې کوي وس په دې کې ذرات ته تاسو نه ذرات والے چې کوم دی داتې نه دوی سایډ ته کې لری کی وای هم مرحله گلاس سیکشن یا مو بوتل سیرومی برش میگن اگر دوباره چې کوم معلومات وکړئ انمی سیکشن پیکینګ هالی ما کې اساس گلاس سیکشن اس کې د انمی انټی بایوټیک پیکینګ میشه پاراستامول میټرانډوزول سیپروفلاکسین لیوفلاکسین اینمی چیزا اینجا پیکینگ میشه پیکینگ مرحله اش اینمی اینجاست خب آج صاحب رسیدیم به آخر برنامه تشکر. اگر اول تشکر از اینکه به ما وقت دادین اگر کدام گفتنی داشته باشین به دولت امارات اسلامی افغانستان کبری ما در خدمتتان تشکر از شما که شما آمدین و ما از دولت خیلی خوش هستیم در برای امنیت با صنعت خیلی توجه داده ولی یک توجهش اینمی هسته که از خارج 15 قسم ادویجات بند کده اینمی 16 همش سروم کنه که بند شوه
اگر بند کدن نمیتونه باز اونمو تعرفه را بلند کنه که از خارج سروم نبیایه. اینمی تقاضای کالون ما از دولت است و ما از امارات اسلامی از پالیسیش خیلی خوش هستیم. زنده باشی. تشکر. تشکر از شما. خوبارم که تا حال بیننده برنامه ما بودین. طوری که حاجی صاحب گفت واقعا راست میگه، صنعت است که یک کشور پیشرفت میتوه. گفتنی ما با تجارای عزیز دیگه ای است که شما دیدین که این برادر ما چقدر سرمایه گذاری کرده بود و یک شرکت ساخته بود که واقعا استاندارد بود از هر لحاظ و تولیدشان حتی با سطح کشورهای اروپایی بود و طور که اینا گفتن تصمیم هم داشتن تا صادرات داشته باشن. گفتنی من و دیگر تجارای عزیزمی است که دولت شما را حمایت میکنه، بیاین و کار کنین تا باشد که دست ما با کشور بیرونی دراز نباشد. و رسیدیم با آخر برنامه، با امید یک افغانستان آباد و سربلند. تا برنامه بعد خداحافظی کنم.